غیر نظامیان در میان دود آتش حمله های حراس افغانان، اتهام بی‌پروایی به مسئولان. یک چاکور در جیب گشته نمیتانی که بیاری، یک در مهمات از کدام را میایه، ای را کی میاره؟ حکومت خود خبر است، حکومت گوشش کرده. حمله انتحاری در کابل چگونه اتفاق افتاد؟ ما برادرم در همونجا انتحاری شد، یک در بفتیده بود. تا با کهی رقمی انتحاری، تا کهی کشتخون، تا کهی رقمی زیر خونی ما بکشید. به نام خدا و با عرض سلام به خبر دست طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. من فواد امان هستم. مرکز شهر کابل امروز یک بار دیگر گواه یک حمله انتحاری مرگبار بود. انتحار کننده مواد انفجاری همراهش را در ایست پلیس منفجر ساخت، اما بیشتر قربانیان این رویداد غیر نظامیان هستند. در این رویداد 95 تن جان باختند و بیشتر از 160 تن دیگر زخم برداشتند. این رویداد پس از حمله در برابر سفارت آلمان خونین ترین حمله در کابل بوده است که با واکنش های بسیار روبرو شده است. شهروندان کشور حکومت را به بیکارگی و بی‌پروایی در برابر زندگی مردم متهم می‌سازند و از رهبران حکومت وحدت ملی و مقام های امنیتی و استخباراتی می خواهند که اگر امنیت شهروندان کشور را تأمین نمی توانند بکنند، بهتر است از مقام هایشان کنار بروند. این شنبه هم بخشی از آسمان کابل با دود انفجار رنگ گرفت. انفجاری که در بیشتر بخش های کابل مردم صدای آن را شنیدند. انتحار کننده باز هم یک بخش به شدت محافظت شده را آماج قرار داد. جاده وزارت امور داخلی پیشین که در آن چندین نهاد داخلی و خارجی واقع شدند و روزانه مردم برای رفتن به این نهادها باید هر کدامشان بازرسی بدنی بدهند. آژیر این موترها همواره برای باشندگان پایتخت از وقوع رویدادهای از این دست هشدار می‌دهند، اما این بار خود حمله انتحاری با یک موتر آمبولانس انجام شد. انتحار کننده توانست با رد شدن از نخستین است بازرسی این جاده در است دوم و هنگامی که از سوی نیروهای امنیتی متوقف شد، مواد منفجره داخل موتر را انفجار داد. هنوز که نزدیک به یک ساعت از این رویداد میگذرد، دیده میشه که هنوز هم آمبولانس ها در حال انتقال قربانیان رویداد هستند. جاده برای رفت آمد بسته شده و نیروهای امنیتی به خبرنگاران اجازه نمیده تا نزدیک محل بره. زمین هم غور کرده بود. دمیدم روی موتر ما 5 متر کار شده. همونجا مردم بسیار زیاد افتیده بوده. نگه زیاد مردم ها داخل شفاخانه یک حالت بود، بسیار حالت خراب. رویدادی که در همان لحظات نخست سنگین و پرتلفات دانسته می شود. آن هم در اوضاعی که در این بخش غیر نظامیان زیادی رفت و آمد دارند. در اوج هرج و مرج های پس از این رویداد در محل، نیروهای امنیتی انگشت به ماشه جنگ افزارهایشان را به رخ می کشند. چی مشکو که چیست من کار دارم دگه دارم ما بدر بچه کاکای می جن ایچی در توی خبی که پیدا کنه با ما پیدا کنه خیلی چی رقم کنه حکومت خوبی خبر است حکومت گوشش کرده است حکومت باید مقاومت کنه استقامت کنه مردم بیچاره مردم خود تباه کرد یعنی ما خود تباه شدیم برای مردم یه چیز نه قلب مانده یه چیز نمانده برای مردم یک ذره خودش میفهمد درک کنه وقتی که پادشاهی نمیتونی پادشاهی را اعلام کن بیا یک بنده خدا دیگه پادشاهی کنه 40 میلیون تو پادشاه هستی 40 میلیون تو تباه کردی شورت زیان های برخواسته از این رویداد تا دور دست های هم به چشم می خورند. اما ساختمان ها و دکان های نزدیک به محل رویداد بیشتر زیان دیدند. این رویداد تنها یک هفته پس از حمله گروهی طالبان به هتل اینترکانتیننتال رخ می دهد که در حدود 15 ساعت به درازا کشید و هنوز هم بسیاری از پهلوهای آن پنهان مانده است. مسئولیت حمله اخیر را هم طالبان به دوش گرفتند و آماج آن را نیروهایی گفتند که در کمربندهای امنیتی جاده وزارت امور داخلی پیشین حضور داشتند. در یک هفته گذشته این پنجمین حمله انتحاری و انفجاری است که در بخش‌های گوناگون از افغانستان به وقوع می‌پیوندد که شماری از این حمله‌ها مرگبار بوده و بیشتر غیر نظامیان را قربانی گرفته است. گلاب‌الدین غبار، طلوع نیوز.
فیض‌الله جلال استاد دانشگاه برای بحث بیشتر در این باره با ماست. خیلی خوش آمدین آقای جلال. دلیل در چیست که حکومت نهادهای امنیتی نمیتوانند جلو حمله های انتحاری را در جاهای حتی به شدت محافظ شده بگیرند تا شهروندان کشور به این شکل کشته و سلاخی نشوند؟ به نام خدا، درود بر بینندگان تلویزیون طلوع و در این ماتم بزرگ ملی ما خود شریک میدانم و خانواده‌هایی که فرزندانشان و اعضای خانواده‌شان شهید شده و زخمی شده برشان صبر جمیل از خداوند آرزو میکنم. ما براتون بگم که بدون شک دیگه برادران این موضوع را یاد کردن، ما شنیدم در تلویزیون‌های مختلف به خصوص در تلویزیون شما که دولت در کار مبارزه بر علیه تروریسم ناکام شده. چرا؟ دلیل ناکامی در چیست؟ ما حتی کمی پافراتر میگذارم، میگم نه تنها دولت بلکه امریکای ها و ناتو در مبارزه بر علیه تروریسم ناکامند. دلیلش دو چیز است. یک دلیلش است که امی علتی که اینمی افراد خود انفجار میتن، اینمی علت تا هنوز بررسی نمیشه که چرا یک آدم یا چند آدم می خود منفجر میسازه، چرا مردم به این حد رسیدن. ما بساس موضوع پیچیده را موضوع مهم ساده می سازیم که پاکستان در امور داخلی ما مداخله میکنه. در این جای شک شما نیست که مداخله میکنه، اما آیا ای اردوی ما، ای پلیس ما، ای استخبارات ما، این نیروهای ملیشه‌ای ما اینا زنده هستند یا نه؟ به هر صورت دلیلش ایست که یک اراده قوی برای مبارزه بر ضد تروریسم وجود نداره. دلیل دومش است که تعلقات تبارگرایانه قومی اجازه نمیده که مبارزه بر علیه طالبان تا خط نهایی برسه. مثلا در قندوز مبارزه یک قسمت پیش میرفت، باز برای فرمانده نظامی قندوز هدایت میدانند که بس از برادرا، شما اینجا قوم کشی میکشین و تبار کشی میکنین و بس شکلین جنگ. بنابراین با امی روحیه که رهبری دولت در رأس بزرگای امی دولت، دولت مردای افغانستان قرار دارن، مبارزه بر علیه نیروهای مخالف، نیروهای مسلح به نتیجه نمیرسه. ایمان ندارن به مبارزه بر علیه از اینا. اما هر روز شهروندان قربانی میتن. بهای این کم توجهی یا بی‌ارادگی در حکومت شهروندان میپردازن. در اینجا مسئول پاسخگو کی است؟ در اینجا پاسخگو هم مردم است، ام دولت است. یک مردمی به کفایت، یک مردمی به تفاوت، یک مردمی گوسفند صفت. اینمی بلا سرشان آمده. من صد بار گفتم که مردم بسیج شوین و بالاخره از حرکت‌های مدنی مطابق قانون اساسی استفاده کنین. اگرچه مردم از حرکت‌های مدنی اینجا و آنجا استفاده کردن، اما بارک بار مسلسل‌ها بسته شدن. متاسفانه در این صورت، در این حالت دیگه مسئول دولت است، مسئول ایالات متحده امریکاست. امریکایی‌ها می‌خواهند که تحت عنوان پاکاری قدرت‌های ملک و توایفی و مشی جزیره قدرت با کلی یک تعداد اقوام افغانستان از قدرت حذف کنند. مبارزه بر علیه این فرمانده و او والی و او شخص تصادفی نیست. سیاست هایی را که اینا در پیش رو دارن، شب نشینی های جلساتی را که اینا دارن، حال مغز متفکرشان هم آمد آقای خلیلزاد، همه از اینا از بند تا امروز معنای روشن داره، معنای واضح داره که اینا دنبال اهدافی شومی شوونیستی خود میگردن و اینا فکر ملی ندارن و واقعا اینا فکری دارن که دیگر حذف کنن و خود به سرنوشت مردم افغانستان حاکم کنن، مردم بترسانن، در وحشت و در نگرانی قرار بتن تا مردم به صورت یک جانبه تسلیمی از اینا شوند. اما من باور دارم و اعتقاد دارم که این بازی حال به نظر من تا حد افشا شده و این به جای نخواهد رسید و نه تنها مردم افغانستان که جامعه جهانی هم متوجه امر شده که امریکا در افغانستان بی‌طرفانه عمل نمیکنه. اگر بی‌طرفانه عمل میکنه باید به رئیس جمهور بگه که مطابق قانون اساسی عمل بکنه، از سیاستای گروهی و قومی دست بکش. گزارم. ممنون از حضورتان در برنامه. فیض‌الله جلال استاد دانشگاه، تشکر. بیشتر قربانیان حمله انتحاری در برابر ساختمان پیشین وزارت امور داخله غیر نظامیان هستند. در این حمله نزدیک به 100 تن جان باختند و بیشتر از 160 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت صحت عامه میگوید که جسدهای چندین تن برای شناسایی به طب عدلی فرستاده شده است.
لحظات پس از انجام حمله انتحاری در نزدیکی چهارراهی صدارت، انتقال جان باختگان و زخمیان این رویداد به شفاخانه ها آغاز میشه. اگر حکومت کردن نمیتونی بدارم، حکومت ایلا کنه میشه. باز برای خدا حکومت ایلا کنه نمیشه. بان امنیت دست خود مردم ما شوه. تا با کهی رقمی انتحاری، تا کهی کشتخون، تا کهی رقمی جگه خونی ما بکشی میشه. در این رویداد نزدیک به 100 تن جان باختند و بیش از 160 تن دیگر زخم برداشتند. بیشترین شهدای ما تعداد شان را انتقال میشه به طب عدلی. زیادترین زخمی ها از هموطنان ما و شما به شفاخانه ایمرجنسی، شفاخانه وزیر اکبر خان، شفاخانه پلیس، 400 بستر و شفاخانه امنیت ملی اینا انتقال داده شدند. در همین حال وزارت امور داخله 5 ساعت پس از حمله انتحاری اعلام میکند که نیروهای امنیتی 4 مرد را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. مخکې دونه چې هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو لخوا د تشخیص کیږي او په همدغه ځای کې ځانته چاودنه ورکوي. از سوی دیگر حمله های اخیر در کشور به ویژه حمله انتحاری روز شنبه در کابل خشم شهروندان کشور را برانگیخته است. در حالتی که پاتک اول هم است، پاتک دوم هم است. تو از پاتک اول تیر میشه، پلیس تلاشیش میکنه، میگه برو تیر شو برو. این چه رقم امکانات است؟ یک چاکو را در جیب گشته نمیتانی که بیاری. این قدر مهمات است کدام را میایه؟ این را کی میاره؟ انتحار انفجار دو وزدر حمایت کرده. کابلگه تمام جایگه تلاش با. همه جایگه بزده کورب تو تب بزد. هیچ کم بدون تلاش بر جایده اوتال میده. شهروندان کشور از افزایش حمله های هراس افغانانه و نیز گسترش ناامنی ها در کشور نگران هستند و حکومت را به بی پروایی متهم می سازند. آنان از بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور انتقاد می کنند و از حکومت می خواهند تا برای تامین امنیت شهروندان کشور تلاش کند. بسیاری از زخمیان حمله انتحاری امروز به شفاخانه ایمرجنسی کابل انتقال داده شدند. مسئولان وزارت صحت عامه میگوید که وضعیت شمار از زخمیان این رویداد نگران کننده است. شمار از نزدیکان و قربانیان این رویداد میگویند که بسیاری از کسانی که در این حمله کشته و زخمی شدند غیر نظامیان هستند که برای حل مشکلاتشان به ریاست پیجندون وزارت امور داخله رفته بودند. پس از این حمله آمبولانس ها به محل رویداد میرسند و شمار زخمیان این رویداد را به شفاخانه جمهوریت نزدیکترین شفاخانه به محل رویداد انتقال می دهند. اما بخش بزرگی از زخمیان این رویداد با آمبولانس ها به شفاخانه ایمرجنسی انتقال داده می شود. نزدیکان این قربانیان سراسیمه در تلاش به دست آوردن خبر از زنده بودن و یا جان باختن نزدیکانشان در پشت دروازه های این شفاخانه هستند. ما برادرم در همونجا انتحاری شد، یک دفعه افتیده بود، دیدم که هیچ کس یک دفعه نمیور داره از ما را، هیچ کس هیچ روز برادرم چیز نمیکنه. به خود ما بعد از سه ما قیل کردیم، گفتیم باش که تیز کرد شفاخانه بیاریم. آمبولانس ها پی در پی به این شفاخانه می آیند و زخمیان و جانباختگان این رویداد را از محل رویداد و شفاخانه جمهوریت برای عملیات به شفاخانه ایمرجنسی انتقال می دهند. مسئولان شفاخانه ایمرجنسی میگویند که بیش از 50 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شدند. تصویرهای برآمده از داخل این شفاخانه نشان میدهند که شمار زخمیان آن قدر زیاد است که هیچ بستر خالی در این شفاخانه نمانده است و پزشکان زخمیان را در صحن این شفاخانه درمان میکنند. کسانی هم اینجا آمدند و در تلاش پیدا کردن کسانی هستند که تا کنون هیچ اثری از آنان نیست. ده ها پزشک در عملیات خانه این شفاخانه در تلاش جانهای کسانی هستند که در این رویداد به شدت زخم برداشتند. بخش بزرگی از قربانیان این رویداد به شفاخانه ایمرجنسی کابل انتقال داده شدند. اما به نظر می رسد که شمار قربانیان این رویداد به حدی بوده که دیگر جای برای درمان زخمیان در شفاخانه ایمرجنسی کابل نیست و به از همین رو زخمیان این رویداد به دیگر شفاخانه انتقال داده می شوند. مسئولان وزارت صحت عامه می گویند که همه شفاخانه های دولتی شهر کابل برای رسیدگی به درمان زخمیان این رویداد بسیج شدند. یک تعداد وقات واقعا بسیار وخیم بود که همه زیر تداوی جدی قرار گرفت، یک تعداد هم متوسط بود و
زنان و کودکان نیز در میان زخمیان و کشته شدگان این رویداد هستند. اما برخی از کشته شدگان و زخمیان این رویداد به شفاخانه 400 بستر سردار داوودخان انتقال داده می شوند. طالبان گفتند که این حمله کار آنان بوده است. ادامه خبرها را پس از درنگ کوتاه دنبال می کنیم. شماره از اعضای شورای ملی مقام‌های امنیتی و استخباراتی را در کار تامین امنیت کشور به ویژه پایتخت ناتوان می‌دانند. این نمایندگان مردم در شورای ملی افزایش ناامنی‌ها را در کشور برای مقام‌های امنیتی شرم‌آور می‌دانند و از آنان می‌خواهند تا به بیکارگیشان اعتراف کنند و از مقام‌هایشان کنار بروند. شمار از نظامیان پیشین نیز نبود ظرفیت را در نهادهای کشفی و استخباراتی از علت‌های اصلی افزایش ناامنی‌ها و گسترش حملات هراس‌افگنانه در کشور به ویژه در کابل می‌دانند. در یک هفته اخیر پایتخت گواه دو رویداد خونین بوده است. هنوز حکومت جزئیات چگونگی حمله بر هتل کانتیننتال را همگانی نساخته است که حمله دیگر جان ده‌ها غیر نظامی را گرفت. متاسفانه حمله که امروز صورت گرفت در ادامه حملات قبلی بود که مردم افغانستان بیشتر متضرر شد و در افغانستان جنگ‌های نیابتی قطعا وجود داره. نظامیان پیشین نبود ظرفیت را در نهادهای امنیتی کشور از علتهای اصلی افزایش این ناامنی ها می دانند. بخش استخباراتی و کشفی ما ضعف وجود دارد، باید تقویت شود. تا زمانی که بخش های استخباراتی و کشفی شما تقویت نشود، جلوگیری همچو حملات محال شدن از اینا مشکل خواهد بود. نمایندگان مردم افزایش این حمله ها را برای حکومت به ویژه نهادهای امنیتی شرم آور می دانند و از مقام های امنیتی می خواهند که از مقام هایشان استعفا بدهند. تعجب می کنیم که وقتی که به این اندازه بی کفایتی ظاهر می شود و مردم به این اندازه به خاک و خون کشانده می شود و مردم هر روز متعظی می شن و متعصر می شن، چرا این مسئولین جرأت از دیر ندارن تا از کار دست بکشن؟ حکومت افغانستان فعلا درگیر موضوعات داخلی خود است و موضوعات داخلی و منافع شخصی خود ترجیح میده بر منافع مردم افغانستان و بایی که امنیت مردم افغانستان در خطر واقع باشد. تنها در کمتر از 10 روز پایتخت و شماری از ولایات کشور گواه 5 رویداد هراس افغانانه است که بیشتر قربانیان این حمله ها غیر نظامیان بودند. حتی محمد نور در واکنش به حمله انتحاری امروز در شهر کابل حکومت وحدت ملی را در تأمین امنیت مردم ناکام می داند. حتی محمد نور می گوید که اگر به جای رئیس جمهور می بود، پس از چنین حملات تمامی سردمداران نهادهای امنیتی و استخباراتی را حلق‌آویز می کرد. ساعت پس از حمله مرگبار در نزدیک ساختمان پیشین وزارت امور داخله، عطا محمد نور در یک سخنرانی در میان مردم در شهر مزار شریف خواهان بعد دادگاه کشانیدن تمامی مدیران درجه یک نهادهای امنیتی شد. اگر مدیریت می بود، اگر من جای رئیس جمهور می بودم، این سردمداران کشفی و امنیتی را کلش بدار می‌زدند، والله که بدار می‌زدند. آقای نور رهبران حکومت وحدت ملی را در تامین امنیت شهروندان کشور ناکام می‌داند. چرا این چهره‌های تکراری خستکن مورهای دانه‌های شطرنج را گاهی به یک جای می‌چینند، گاهی به دیگر جای می‌چینند، گاهی کجا جا خیز می‌تند، گاهی دیگر جا خیز می‌تند. اینها باید محکمه شوند به لحاظ خدا. در این میان شماری از باشندگان بلخ در واکنش به حمله های پسین در کشور از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند که اگر توانایی امنیت شهروندان کشور را ندارند باید کنار بروند. اما روزه که ما می بینیم در همه ولایت ها انتحار، انفجار، آدم ربایی، اختطاف ها صورت می گیره، چرا دولت درباره از یک تصمیم نمی گیره؟ چرا دولت این کار کرده نمی تانه؟ بس است دیگه، عزیزیات کشتار و عزیزیات قتل قتال بس است دیگه. ما یک چیز سالم می خواهیم، یک حکومت سالم می خواهیم که برادر امنیت مردم. در یک هفته پسیم این سومین حمله مرگبار در کشور است که جان ده‌ها تن را می‌گیرد و خانواده‌های زیادی را به غم می‌نشاند.
اما حکومت در برابر این حمله چه واکنشی داشته است؟ پس از وقفه کوتاه. رئیس جمهور غنی در واکنش به حمله انتحاری در برابر ساختمان پیشین وزارت امور داخله میگوید که دشمنان افغانستان در جنگ کنونی تحمیل شده بازنده هستند. رئیس جمهور این حمله انتحاری را جنایت ضد بشری، ایجاد وحشت و عمل نابخشودنی میداند و میگوید که حقانیت مبارزه نیروهای دولتی در برابر همه گروههای حراس افغان بدون تفکیک نسبت به هر زمان دیگر حمایت مردم و جامعه جهانی را به دست آورده است. رئیس جمهور میگوید که افغانستان از چندین سال بدین سو در برابر یک جنگ تحمیلی قرار گرفت دارد و گروه های حراس افغانی که مکان تنبیل و تجهیزشان مشخص است برای اهداف بیگانگان می جنگند. هرگز به این خواستشان نخواهند رسید. از سوی دیگر دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در واکنش به حمله انتحاری در نزدیکی شفاخانه جمهوریت کابل همگان را بر بسیج عمومی فرا می خواند. رئیس اجرایه می گوید که برای مقابله با تجاوز آشکار خارجی ها و قتل عام شهروندان بیگناه مسئولیت رهبران سیاسی افغانستان، مقام های دولتی و نخبگان جامعه به مراتب سنگین تر شده است. عبدالله عبدالله می گوید که برای مقابله با جنایت های ضد بشری و هولناک حراس افغانان و حامیان خارجیشان بر بسیج عمومی و همگانی نیازمند است. حمله امروز کابل با واکنش جهانی روبرو شده است. جان بیز سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل در یک اعلامیه با نیکویش این حمله میگوید که آمریکا در کنار مردم افغانستان ایستاده است. وزیر خارجه بریتانیا نیز میگوید که از این حمله وحشت زده شده است. دبیرکن ناتو نیز حمله کابل را وحشیانه میگوید و تاکید میورزد که ناتو در پیکار با حراس افغانی در کنار مردم افغانستان ایستاده است. در همین حال کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که کارگری از یک امبولانس در حمله امروز کابل آزارده هند است و می تواند بر بنیاد قوانین جهانی انسان دوستانه خیانت شمرده شود. اسوی هم هند می گوید که حاضر است زخمیان حمله امروز را درمان کند. پاکستان نیز این انفجار را نیکوهش می کند. پس از درنگ کوتاه برمی گردیم. یک شرکت امنیتی که مسئولیت تامین امنیت هتل اینترکانتیننتال را بر دوش دارد میگوید که افراد امنیتی این هتل از همان افزارهای امنیتی این هتل از همان روزی که مأموریت این شرکت آغاز شد خراب بودند. مسئول عملیاتی این شرکت در گفتگو با تلونیوز تاکید می‌ورزد که در حمله بر هتل اینترکانتیننتال کابل کسانی از داخل هتل به مهاجمان کمک کردند. به گفته این کارمندان شرکت امنیتی کابل بلخ، آنان از مسئولان هتل خواسته بودند که برخی از مشکلات امنیتی را دور سازند، اما مسئولان هتل در عمل کردن به این خواستها امروز و فردا می کردند. ادامه خبرها در طلوع نیوز تقدیم می شود. سپاسگزارم از توجهتان در طلوع. حالا به گزارش خبر از حمله بر هتل اینترکانتیننتال در طلوع نیوز توجه فرمایید. از جان به در بردگان رویداد اینترکانتیننتال است. در اوضاعی که خودش چندین غیر نظامی دیگر را هم از داخل هتل نجات داد. تصویرهای تاریک آن شب از داخل و بیرون هتل را در موبایلش دارد. تصویرهایی که به یادش می آورند که او و دیگر مهمانان رستوران اینترکانتیننتال بیش از 2 ساعت را در تاریکی ها پنهان بودند و کسی به یاریشان نمی آمد. فایرینگ از داخل دهلیز شروع شد. وقتی ما می خواستیم از رستوران به طرف دهلیز فرار کنیم، دیدیم که 2 نفر دیگه داخل شد. یک هفته پس از رویداد اینترکانتیننتال، هنوزم بسیاری از پهلوهای این حمله پنهان بر جا مانده‌اند و نهادهای دخیل در این ماجرا هم به جای دادن جزئیات در این باره یک دیگر را مسئول وقوع این رویداد می‌دانند. چنانکه این مرد که مسئول عملیاتی شرکت امنیتی کابل بلخ است، از کار افتادن افزارهای امنیتی هتل اینترکانتیننتال را از علتهای اصلی نفوذ مهاجمان به این هتل می‌داند.
کارمندان هتل خودشان مسئولیت امنیتی خودشان را بر دوش داشتند. آنان خودشان کمره‌های امنیتی را نظارت می‌کردند. ماشین اکس‌ری را هم خودشان اداره می‌کردند. از 31 ماه دسامبر پارسال که ما مسئولیت تامین امنیت را گرفتیم، این ماشین خراب شده بود و هیچگاه ترمیم نشد. و گفته این مرد آنان در تمامی بخش‌هایی که نیاز بود برج‌های مراقبتی ایجاد کرده بودند، اما کسانی از داخل با مهاجمان همکاری داشتند و از پیش زمینه داخل شدن آنان را به هتل فراهم ساخته بودند. من چندین بار که در اتاق عملیات‌های هتل بودم به مسئولان هتل گفتم که تصویرهای کامره‌های امنیتی را به اتاق من نیز وصل کنند. آنان به من یک دفتر دیگر را غیر از اتاقم داده بودند. من از آنان یک تلویزیون خواستم و آنان گفتند که آن را خواهند آورد. اما همیشه می گفتند که فردا، فردا، فردا. اما یا انداختن بار مسئولیت بر مسئولان هتل مسئولیت این شرکت را کمتر خواهد ساخت؟ وقتی قرارداد منعقد میکنه و یک شرکت امنیتی، او باید با تمام مواردی از او قبل از که شرکت قرارداد منعقد بکنه مسئولیت های خود را درک بکنه، متوجه مسئولیت هایش باشه و دولت هم این تذکر داده باشه که این مسئولیت ها متوجه شماست. انتظار میرفت که در روزهای اخیر هفته پیش جزئیات بررسی های هیئت حکومت درباره چگونگی رویداد انترکانتیننتال پخش شوند، اما این کار به شنبه همین هفته معطل شد و سرانجام بر روز شنبه هم هیچ یک از نهادهای مسئول در این باره چیزی نگفتند. از 20 روز بدین سو پاکستان از واردات پنبه افغانستان به این کشور جلوگیری میکند. مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند که پاکستان برای پذیرفتن پنبه صادراتی افغانستان به این کشور شرایط تازه و دشواری را وضع کرده است. از سوی هم شمار از صادرکنندگان پنبه به پاکستان میگویند که در حال حاضر و صدها موتر باروری پنبه کشور در مرز با پاکستان اجازه رفتن به این کشور داده نمی شود. این پنبه که گفته می شود از ولایت های هلمند و بلخ برای صادر شدن به بازارهای پاکستان برگیری شده بود، پس از 20 روز دوباره به مرکز انتقال یافته است و اکنون در یک انبارخانه در گوشه ای از پایتخت تخلیه می شود. شمار از بازرگانان پنبه می گویند که پاکستان به یک بارگی واردات پنبه را در مرزهایش متوقف ساخته است. آنان می گویند که به علت توقف صادرات پنبه کشور به بازارهای پاکستان به میلیون ها افغانی به آنان زیان رسیده است. په ورځ تقریبا مونږه شرکت ته ډیر ځای تاوان را رسی. د 50-50 ټیلرو دغه باندې د ورځې 15,000-10,000 کلدار دومره مصرف زمونږه اضافه راځي. در امینال شماره از آگاهان اقتصاد با در نظر داشت افزایش کشت و برداشت پنبه در کشور میگویند که در حال حاضر چندین شرکت پروسس پنبه در کشور ایجاد شدند و توقف صادرات پنبه به پاکستان بازرگانان افغان را زیانمند میسازد. فقط موانع ایجاد کردن است. قسمی که پیشتر تذکر دادم که در فصلی در میوه تازه و چیزای ما همیشه مشکلات ایجاد کرده و حالی برای پخته ما هم که خودش برای از بین بردن کوگنار برای یک راههای مشروع برای دیهقین اینمی راه پخته بود که پخته کشت میکردن. وزارت تجارت و صنایع میپذیرد که پاکستان برای اجازه دادن به پنبه کشور به بازارهای این کشور شرایط تازه و دشوار را وضع کرده است. اما سخنگوی این وزارت میگوید که به زودی برای حل این مشکل دست به کار خواهند شد. اونا یک شروط را یا سرتیفیکیت را خواستن که بسیار جنجالی و بغرنج است. از امون لحاظ همین که با شما صحبت میکنم وزارت تجارت صنایع، وزارت زراعت مالداری و آبیاری و اتاق تجارت یک کمیته ایجاد کردیم بالای این بحث میکنیم و نتایج یافته های خود انشالله فردا به شورای عالی اقتصادی مطرح میکنیم که چرا پاکستان یک دم یک تصمیم میگیره یک سرتیفیکیت بسیار بغرنج میخواد که او را گرفته باشیم و چه راههای حل دیگه داره. بر بنیاد اطلاعات داده شده افغانستان سالانه بیش از 60,000 تن پنبه تولید میکند که یک بخش بزرگ آن سالانه به پاکستان صادر میشد. شماره از بازرگانان با نگرانی از چالش ها فرار راه کار را بارشان میگویند که حکومت افغانستان تا کنون نتوانسته است مشکلات بازرگانی و ترانزیتی را با پاکستان حل سازد. یک جوان افغان پس از سالها بیکاری توانسته است که با بکارگیری از تایرهای کهنه موتر کوچهای گرانبها و با کیفیت بسازد. این جوان که از یک دست مایوب است میگوید که با بکارگیری از تایرهای کهنه موترها کوچ میسازد و در این کارش پیشرفت مناسب داشته است. امیرخان مایار یک سال پیش پس از فراغت از دانشگاه نگران پیدا کردن کار برای خودش بود.
اما حالا او یک کارفرماست و ششتن دیگر را نیز از نگرانی و رنج بیکاری رهایی بخشیده است. امیرخان میگوید که با 25,000 افغانی قرضه دو هفته پیش بخش از این حولی را به کرایه گرفت. تایر و دیگر وسایل ساده را خرید و سرانجام در کمتر از 5 روز توانست کوچ های مدروز را به بازار عرضه کند. موږ تر اوسه مثلا که یوه هفته یا دوه هفته موږ هلته فعالیت کړی په شپږ اوو کسانو خود موږ سره نور خلک هم کولی شو، یعنی ځای لرو او که چیرې موږ بازار ولرو، موږ تولیدات دپاره فروشا دپاره د موږ ولس د موږ خلک او د موږ اراکین د موږ مثلا د خپل داخلي تولیدات خوښ کړي او هغه واخلي، نو موږ کولی شو چې دلته په ضرب د یوه کال کې په سلهاو خلکو ته موږ د کار زمینه مساعده کړو. امیرخان در گام نخست دوستان و نزدیکانش را به کار گماشته است. محمد رحیم یکی از آنهاست. او میگوید پس از آن که پارسال از ایران برگشتانده شد، ناداری بیشتر گریبانگیر خانواده نادارش شد. اما با کار کردن در اینجا اکنون درآمدش بیش از هر زمان دیگر است. مخکل دی خو په ایران کی و آلتم کار که و پردار و ترس مانده او وست را خیلی دلته داید کمی اوامی است که چی دلتم کار شروع کرده او خوشحال استو. زما غوښتنه دا ده له دولت ته له د خلکو چې فقط دغلته د کار زمینه برابره شي، داسې دغه خارجو کشورونه خریداري ونی که له دغه ځای نه خرید وکړي، د خپل ملت کې د محصلینو ته تا بیکار خلکو ته د ایران ته ځي پاکستان ته دغلته یو کاروبار ورته برابر. اینها اولین دستاورد کار امیرخان مایار است که یک سال پس از فراغتش به دانشگاه کانجا درس خوانده ارا کرده. امیرخان پیمان خرید 500 کاوچ را از این دانشگاه به دست آورده است. دی کارو ته باید اولویت ورکو چې څنګه کولی شو صرف محصلینو ته په دیپلوم باندې قناعت ورنکو. د دوی په ذهن کې او د دوی هغه انرژي چې غواړي په ټولنه کې مثبت اقدامات راولي او مفید واقع شي، په دې باندې ډیر کوشش کوي. معیار مشاهده میکنین که کار یک تشبث کوچک را آغاز کرده و یک مدل بسیار خوب بوده میتونه بر شاگردای دیگه ای که بیکار هستن و این سرمایه برم بسیار زیاد نیست، شاگردان میتونن از این مدل ها کاپی برداری کنن، چیزهای دیگه ای را جور کنن و این یک نوع نوآوری است. آنچنان که امیرخان میگوید با قرضه‌ای که برایش فراهم شد رویایش به واقعیت پیوست و طرح و برنامه‌اش عملی شد. او میافزاید که جوانان زیاد مانند او طرح‌های برای کارآفرینی و گشودن و گریه از مشکلات کشور دارند، اما به علت دسترسی نداشتن به منابع مناسب مالی تا کنون نتوانستند آنها را عملی سازند. حکومت ایران از درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و جنگجویان داعش در داخل خاک این کشور خبر میدهد. نیروهای ایرانی میگویند که چندین تن از اعضای داعش بازداشت شدند، در حالی که پیش از این نیز نیروهای سپاه پاسداران ایران گواه درگیری با جنگجویان داعش بودند. حکومت سوریه و مخالفان آن درباره نشست صلح سوچی در روسیه به توافق نرسیدند. نمایندگان مخالف حکومت سوریه میگویند که در این نشست شرکت نخواهند کرد، اما حکومت سوریه روند صلح را که از سوی سازمان ملل متحد آغاز شده است نمیپذیرد. سازمان ملل متحد هم میگوید که تا اکنون درباره نشست سوچی که قرار است هفته آینده برگزار شود تصمیم نگرفته است. مخالفان حکومت سوریه میگویند که در نشست صلح سوچی که قرار است هفته آینده در سوریه برگزار شود شرکت نخواهند کرد. اما علت حضور نیافتن مخالفان اسد در این نشست ابتکاری روسیه چیست؟ ما ضمانت های بسیاری را درباره تعهدات روسیه شنیده ایم، اما هیچ یکی از آنها عملی نشدند. ما از این کار خسته شده ایم. ما با کار واقعی و تعهد واقعی نیاز داریم. اما حکومت سوریه میگوید که طرح پیشنهادی سازمان ملل متحد برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی در سوریه اصلا پذیرفتنی نیست. برگه غیر رسمی که درباره روند سیاسی سوریه در ژنو تایید شده است پذیرفتنی نیست و تو ارزش رنگی را که برای نوشتن آن به مصرف رسیده است ندارد، زیرا مردم ما طرحی را که به آنان تحمیل شود نخواهند پذیرفت. در این میان سازمان ملل متحد که به نشست صلح سوچی دعوت شده است تا کنون درباره حضور در این نشست تصمیم نگرفته است. سردرگمی ها درباره نشست های صلح سوریه در حال ادامه دارند که خشونت ها در این کشور دوباره اوج گرفتند. به تازگی در حمله های هوایی در شهر دیروزور بیش از 30 غیر نظامی کشته شدند. بر بنیاد گزارش ها این حمله ها از سوی جنگنده های ائتلاف جهانی ضد داعش به رهبری ایالات متحده
انجام شدند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تاکید می‌ورزد که مسئله هسته‌ای کره شمالی یک مسئله جهانی است. جیمز ماتیز می‌گوید که مسئله هسته‌ای پیونگ‌یانگ نیاز به راه حل از سوی کشورهای بین‌المللی دارد و تازگی ایالات متحده آمریکا برخی از تحریم‌های تازه را به شمول مسدود ساختن برخی از شرکت‌هایی که در برنامه هسته‌ای کره شمالی دست دارند وضع کرده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که مسئله کره شمالی نیاز به راه حل جهانی دارد. ماتیس همچنان افزود که در گفتگوهای کره جنوبی و همسایه شمالیش باید این مسئله گفته شود که پیونگ‌یانگ به تولیدات هسته‌ایش پایان دهد. این در حال است که کره شمالی به تازگی موافقت کرده است که پس از 2 سال آماده است با همسایه جنوبیش گفتگو کند و پیش از این نیز ورزشکارانش را به رقابت‌های المپیک زمستانی فرستاده است. رژیم کیم جونگ اون یک تهدید برای سراسر جهان است. این یک مسئله بین المللی است و نیاز به راه حل بین المللی دارد. پاسخ ما برای این چالش ها از راه دیپلماسی است و گزینه نظامی نیز به دسترس ما قرار دارد تا دیپلماتان ما بفهمند و از یک موضع نیرومند سخن بگویند. به تازگی ایالات متحده برخی از تحریم های تازه را به شمول منجمد ساختن دارایی های برخی از شرکت هایی که در برنامه هسته ای کره شمالی دخیل هستند وضع کرده است. اما دیده شود که این تحریم ها تا چه حد می تواند سبب دست کشیدن کره شمالی از برنامه هسته ای شود. در یک عملیات نیروهای دولتی در ولایت بغلان 25 جنگجوی طالب کشته شدند و 17 تن دیگرشان زخم برداشتند. فرمانده پلیس بغلان میگوید که این جنگجویان در نتیجه عملیات البرز که در بخشای دند شهاب‌الدین راه اندازی شده کشته و زخمی شدند. وی می‌افزاید که در این عملیات به نیروهای دولتی و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. پایان خبر ده. پس از وقفه کوتاه خبرهای ورزشی تقدیم می‌شود. خداوند نگهدارتان.